این اشک‌های سرزده خواهی نخواهی است، یعنی تمام شعرم اسیر دوراهی است. این واژه‌های تب‌زده غرق تلاطمند، در های و هوی تشنگی و العطش گمند. باید ز حرم آه دلی شعله ور کنیم، با چلچراغ عشق شبی را سحر کنیم. باید دخیل دل به پر جبرائیل بست، آری به قلب معرکه باید سفر کنیم. پس از کدام حادثه باید شروع کرد؟ پس از کدام واقعه صرف نظر کنیم؟ میدان پر از صدای کف و طبل و هلهل است، خیمه اسیر شیون و آشوب و ولوله است. آرام دیده تری از دست می رود، صبر و قرار مادری از دست می رود. بیتاب می شود ز تلزی اسقرش، با دیدن کبودی لبهای پرپرش. در مشکهای تشنه نمی هم نمانده است، آبی به غیر عشق دمادم نمانده است. این عشقهای سرزده خواهی نخواهی است، بانوی دل شکسته اسیر دوراهی است. ماتم گرفته کودکش آخر چه می شود؟ لبهای خشک سوره کوثر چه می شود؟ یک جرعه آب گرچه دگر در خیام نیست، او را توان خواهش آب از امام نیست. با دست عمه هر گرهی باز می شود، قلب علی هوایی پرواز می شود. تا عرش دست های پرکشی تا عرش دست های پدر پرکشیده، تا قله های عشق و رسید تا قله های عشق و شهادت رسیده. تا محشر به پا کند همه جا با صدای خود، این بار با صدای رجز گریه های خود. اما سپاه کوفه جوابش شنیدنی است، تصویر آب دادن این غنچه دیدنی است. چشمان تیر چشمان تیر محو سپیدی خنجرش، رحمی کند خدا به دل خون مادرش. ای وای التهاب سه شعبه چه می کند؟ با این گلو شتاب سه شعبه چه می کند؟ تیری که روی دست پدر کرد پرپرش، حالا دخیل بسته به رگهای هنجرش. این عشقهای سرزده خواهی نخواهی است، حالا امام خسته اسیر دوراهی است. این گونه عاقبت پسر از دست می رود، بیرون کشد سه شعبه پسر از دست می رود. یک گام رو به پیش و یکی رو به پس دود، حالا مردد است به سوی چه کس رود؟
دیده میان قلب حرم اضطراب را، دیده کنار خیمه غروب رباب را، دیدند پشت خیمه پدر قبر می کند، قبری برای این دل بی صبر می کند. اما چگونه خاک بریزد بر این گلو، بر چشم های بی رمق و نیمه باز او. بهتر که پشت خیمه آرام خفته است، بهتر که راز جسم نحیفش نهفته است. بر ساحت تنش که جسارت نمی شود، اعضاش عصر واقعه قارت نمی شود. دیگر به شام شوم تماشا نمی رود، دیگر سرش به نیزه اعدا نمی رود. تا شام و کوفه هم سفر آفتاب نیست، بر نیزه ها مقابل چشم رباب نیست. این اشک‌های سرزده خواهی نخواهی است، شاعر هنوز هم به سر این دراهی است. گفتند که نیامد دشمن به سوی او، سرنیزه ای نبوده پی جستجوی او. اما چه کرد کینه این قوم با تنش، شد سینه شکسته ارباب مدفنش. دو روایت مختلف رو که در مورد دفن حضرت علی اصغر هست به یاد بیاریم. روایت اول، وقتی که علی اصغر شهید شد، امام علیه السلام او رو به خیمه نبرد، پشت خیمه ها گودالی کند و اصغر رو برای اینکه از هجوم بیگانگان در امان بمونه اونجا دفن کرد. و روایت دوم اینه که در روزی که امام سجاد رهبری خاکسپاری شهیدان رو بر عهده داشتن، دستور دادند که جنازه علی اصغر رو روی سینه پدر دفن کنند. و سیعلم الذین ایمن قلب ینقلبون.